به شما شنوندگان عزیز. شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید. در این قسمت برنامه کلیسا و شما پخش خواهد شد. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید. یاران با وفای برنامه کلیسا و شما سلام. به کلیسای رادیویی ما خوش آمدید. امیدوارم که سلامت و سرحال باشید و وقت کافی برای شرکت در عبادت گروهی ما رو هم داشته باشید. در برنامه امروز با سرودهای روحانی و پیامی از کتاب مقدس در خدمت شما هستیم. همچنین فرصتی هم داریم تا در دعا پدر آسمانی خود رو پرستش کنیم و مسئولات خود رو به حضور او بیاریم. در کتاب مقدس می‌خوانیم هللویا، زیرا خدای ما را سراییدن نیکوست و دلپسند و تسبیح خواندن شایسته است. واقعا چقدر عالی است که ما میتونیم برای خدای خود سرود بخونیم و با شادی و نشاط او را عبادت کنیم. برای این ساعت از عبادت گروهی خود ترانه‌ای روحانی انتخاب کردیم تا به این وسیله همگی با شادی او را پرستش کنیم. لطفاً توجه کنید. در ستر سایه ات ساکن شوم، میخواهم صدای زیر باید را بشنوم، میخواهم آغوشت به جانم گرمی بخشد، میخواهم از مهر تو لبریز شوم، تویی حاکم به جان من عیسی، تو پر از فیض و راستی، توی سلطان محبت، وجودت پر از آرامش، توی لایق پرستش، ای تجلی خدا بر زمین. ای شبان نیکو در کنارت آرامم، نیکوست همی در کنارت لذت ببرم، وجودم از حضور شیرینت شاداب است، جانم از روح پاکت لبریز گشته، عیسی نور امیدی در وجودم، تو پر از فیض و راستی، توی سلطان محبت، وجودت پر از آرامش، توی لایق پرستش، ای تجلی خدا بر زمین. بیکرانه زندگی با منی، زیستن زیبا تر از چون تو با من همدمی، از نهر وجودت به زندگی جاریست، ای شبان نیکو نزدت آرامم، تویی حاکم به جان من عیسی، تو پر از فیض و راستی، توی سلطان محبت، وجودت پر از آرامش، توی لایق پرستش، ای تجلی خدا بر زمین، تو پر از فیض و راستی، توی سلطان محبت، وجودت پر از آرامش، توی لایق پرستش، ای تجلی خدا بر زمین، ای تجلی خدا بر زمین. از کتاب تسبیحات اسرائیل، یعنی کتاب مزامیر حضرت داوود، مزمور شماره 85 رو انتخاب کردیم. عنوان این مزمور دعا برای سعادت قوم است. در این آیات مزمور نویس رحمت خداوند رو برای آمرزش گناهان خود طلب میکنه. بیایید با هم به این قسمت از کلام خدا توجه کنیم. ای خداوند، از زمین خود راضی شده ای، اسیری یعقوب را باز آورده ای، اسیان قوم خود را عفو کرده ای،
تمامی گناهان ایشان را پوشانیده ای، تمامی غضب خود را برداشته و از حدت خشم خیش رجوع کرده ای. ای خدای نجات ما، ما را برگردان و غیظ خود را از ما بردار. آیا تا به ابد با ما غضبناک خواهی بود و خشم خیش را نسلن بعد نسل طول خواهی داد؟ آیا برگشته ما را حیات نخواهی داد تا قوم تو در تو شادی نمایند؟ ای خداوند، رحمت خود را بر ما ظاهر کن و نجات خیش را به ما عطا فرما. آنچه خدا یهوه می گوید خواهم شنید، زیرا به قوم خود و به مقدسان خیش به سلامتی خواهد گفت تا به سوی جهالت بر نگردند. یقیناً نجات او به ترسندگان او نزدیک است تا جلال در زمین ما ساکن شود. رحمت و راستی با هم ملاقات کردند، عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیدند. راستی از زمین خواهد رویید و عدالت از آسمان خواهد نگریست. خداوند نیز چیزهای نیکو را خواهد بخشید و زمین ما محصول خود را خواهد داد. عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریقی خواهد ساخت. شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که با هم به حضور آفریننده و نجات دهنده خود بریم و سفره دلهامون رو برای او باز کنیم. با هم دعا کنیم. خدای قدوس و مهربان، ای پدر آسمانی ما، شکر و سپاست میگوییم برای شخصیت بی‌نظیر تو که در عیسی مسیح نمایان شد. حمدت میگوییم چون سزاوار پرستش و حمد هستی. تنها تو خدا هستی و دیگری نیست. خدای واحد حقیقی، دوستت داریم و می‌خواهیم در زندگی خود جلال دهنده نام تو باشیم. پدر جان، دعاهای ما را که از دل بی‌ریا و با صداقت به حضورت می‌آوریم بشنو و اجابت فرما. خداوندا، خانواده خود را به حضورت می‌آوریم. سلامتی و شفا و نجات برای آنها می‌طلبیم. برای فرزندان و برای همسر خود. برای پدر و مادر و خواهر و برادر خود. ای مسیح، مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را به حضورت میاریم. مدد کرده در این قسمت نیست، ما را یاری فرما. جوانان ما را از مواد مخدر و سیگار آزاد کن و ما را از هر اسارتی که داریم رهایی ده. عطا کن خداوندا که ملکوت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. در نام قدوس پسرت عیسی مسیح طلبیدیم. آمین. فراز تالی بیرون از اورشلی بر پایشت صلیبی حقی آن بره خدا بهر مسلوب با رنج بی‌نظیر.
صلیب کوهن، رکن ایمان من، گشت خوار در افکار جهان، چون فرزند خدا هر کرد از سما، تا شود بدیه در جل جاتا. آن صلیب افتخار من است، چون مرا منجیم شد فدا. صلیب کوهن عزت و جاه من، بخشید صلح و صفا به جهان، فیض و رحم خدا آشکار شد به ما. در صلیب مسیح عیسی، آن صلیب افتخار من است، چون برام منجیم شد فدا. در هفته گذشته اولین شرط لازم جهت دریافت برکات الهی رو از جناب کشیش یوحنا شنیدیم. اینک به دنباله این پیام توجه کنید. در فصل چهارم از سه شرط لازم برای داشتن برکات الهی فقط یک شرط آن را یاد گرفتیم که عبارت بود از اوامر خدای خود را نگاه دار. سپس جامع ترین حکم عیسی مسیح را که در انجیل لوقا باب 9 آیه 23 بود مورد بررسی قرار دادیم. مسیح فرمود اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، می باید 1. نفس خود را انکار نموده، 2. صلیب خود را هر روز بردارد و 3. مرا متابعت کند. نتیجه این که با اطاعت از این حکم عیسی مسیح برکات الهی را می توانیم داشته باشیم. در این فصل می خواهیم مروری بر شرط دوم داشته باشیم که عبارت است از در طریقهای او سلوک نما. کلام خدا می گوید زیرا که برای همین خوانده شده اید، چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه گذاشت تا در اثر قدم‌های وی رفتار نمایید. برکات الهی زمانی حاصل می‌شود که در اثر قدم‌های عیسی مسیح راه رویم. پولس رسول می‌نویسد ای غلامان، آقایان بشری خود را چون مسیح
با ترس و لرز و ساده دلی اطاعت کنید، نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامندی انسان، بلکه چون غلامان مسیح که اراده خدا را از دل به عمل می آورند و به نیت خالص خداوند را بندگی می کنند، نه انسان را. و می دانند هر کس که عمل نیکو کند مکافات آن را از خداوند خواهد یافت، خواه غلام خواه آزاد. کلمه مکافات یعنی پاداش یا برکت. وقتی که در اثر قدم‌های عیسی مسیح راه رویم، پاداش یا برکات ما هم در این دنیاست و هم در جهان آینده. طالب برکات الهی بودن زمانی صحیح است که حاضر باشیم اراده کامل خداوند را انجام دهیم، یا به عبارت دیگر در اثر قدم‌های او رفتار نماییم. اراده یا فکرهای خداوند برای ما انسانها امید و سلامتی است، نه بدی. اما برای تعبیر صحیح از آن، به مشارکت ما با خداوند احتیاج می باشد. زیرا هر چقدر که رابطه ما با خداوند عمیق‌تر می گردد، به همان مقدار هم اراده او آشکارتر می شود. چنانچه مسیح فرمود، هر چیزی را که به اسم من سوال کنید، به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد. عیسی مسیح دولت، مقام، جلال و برکت الهی خود را گذاشته به این دنیا آمد تا انسان گناهکار سرگردان را نجات و رستگاری بدهد. اکنون جمیع کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند وارث کل برکات الهی می گردند. وقتی که پتروس گفت اینک ما همه چیز را ترک کرده پیروی تو می کنیم، مسیح در جواب فرمود هر آینه به شما می گویم کسی نیست که خانه یا والدین یا زن یا برادران یا اولاد را به جهت ملکوت خدا ترک کند، جز این که در این عالم چند برابر بیابد و در عالم آینده حیات جاودانی را. همانطوری که عیسی مسیح محبت نسبت به ما را بالاتر از جلال و مقام خود قرار داد، همان گونه ما نیز می بایستی در اثر قدم‌های وی رفتار کرده عشق به مسیح عیسی را بالاتر از هر علاقه یا محبتی بگذاریم. اثرات قدم‌های عیسی مسیح واضحاً در کلام خدا نوشته شده و کسی که مایل باشد می تواند آنها را یاد گرفته انجام دهد. حال می خواهیم به سه اثر از قدم‌های عیسی مسیح اشاره کنیم که عبارتند از دعا، کلام، بشارت. عیسی مسیح مرد دعا بود. کلام خدا را خوب می دانست و با گفتار و کردار بشارت طریق حیات را نوید می داد. دعا ارتباط بین خالق و مخلوق را نزدیک ساخته و به روح قوت و قدرت می بخشد. خداوند می فرماید مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای مخفی که آنها را ندانسته‌ای مخبر خواهم ساخت. عیسی مسیح نیز فرمود من از خود هیچ نمی توانم کرد، بلکه چنان که شنیدم داوری می کنم و داوری من عادل است، زیرا که اراده خود را طالب نیستم، بلکه اراده پدری که مرا فرستاده است. در جای دیگر می خوانیم و در آن روزها بر فراز کوه برآمد تا عبادت کند و آن شب را در عبادت خدا به صبح آورد. عیسی مسیح قبل از هر تصمیمی یا عملی ابتدا دعا کرده، سپس با قوت و قدرت اراده خدا را انجام می داد. اگر ما هم در اثر قدم‌های عیسی مسیح گام برداشته مثل او همیشه و در هر وقت دعا کنیم، شاهد برکات الهی در زندگی خود خواهیم بود. دومین اثر از قدم‌های عیسی مسیح کلام او می باشد. در کلام خدا می خوانیم یوسف و مریم هنگام برگشت از سفر یک روزه به اورشلیم
ناگهان متوجه شدند که عیسی در بین قافله نیست. پس بلافاصله به اورشلیم برگشتند و بعد از 3 روز او را در هیکل یافتند که در میان معلمان نشسته سخنان ایشان را میشنود و از ایشان سوال هم میکرد و هر که سخن او را میشنید از فهم و جوابهای او متحیر میگشت، زیرا عیسی مسیح نه فقط از کلام خدا پر بود بلکه خود او کلام زنده خدا محسوب میشد. یوحنای رسول می نویسد در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. عیسی مسیح برای پیروزی در آزمایشات یا مشکلات از 2 چیز استفاده می کرد: روح القدس و کلام خدا. وقتی که شیطان او را در بیابان تجربه می کرد، عیسی مسیح با کلام خدا او را محکوم می کرد. حضرت داوود رمز داشتن برکات الهی را چنین شرح می دهد: خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش می دهد و برگش پژمرده نمی گردد و هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود. بنابراین شخص مبارک و موفق کسی است که از خدا تغذیه شده و کلام او را خوب می داند. خداوند به آنانی که کلام او را دوست دارند چنین می گوید: چون که به من رغبت دارد او را خواهم رهانید، چون که به اسم من عارف است او را سرفراز خواهم ساخت، چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد، من در تنگی با او خواهم بود و او را نجات داده معزز خواهم ساخت، به طول ایام او را سیر می گردانم و نجات خیش را بدون نشان خواهم داد. دوستان، بقیه این گفتار را در دروس بعدی مطالعه خواهیم کرد. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه‌های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. در وصف صخره نجات ما با شادی و شور سرود بخوانیم، در وصف صخره نجات ما با شادی و شور سرود بخوانیم. ما قوم اوییم، او خدای ما، گله اوییم، او شبان ما. ما قوم اوییم، او خدای ما، گله شبان ما. پادشاه کل جهان است، آب و خشکی به او تعلق دارد، اعماق زمین در دستای اوست، بر موج دریا فرمان میراند، اعماق زمین در دستای اوست، بر موج و دریا فرمان میراند. ما قوم اوییم، او خدای ما،
کله اویی شبان ما ما قوم اویی رو خدای ما کله اویی شبان ما در برابر نام عظیمش سرهای ما را فرو آوریم او را با شادی عبادت کنیم شکرش بگوییم هم نفسراییم او را با شادی عبادت کنیم شکرش بگوییم هم نفسراییم ما قوم اوییم او خدای ما کله اوییم شبان ما ما قوم اوییم او خدای ما کله اوییم شبان ما ما قوم اوییم او خدای ما اینجا رادیوی جهانی پارس است. شما می توانید برنامه‌های ما رو در وبسایت persianworldradio.com دنبال کنید.